مراسم یادبود سه جوان ایرانی اهل موسیقی 7 روز پس از قتل دلخراششان. گرد همایی 10 ها نفر در محل نخستین کنسرت گروه موسیقی راکشان به نام یلو داگز پس از مهاجرت از تهران به نیویورک. تلاشی برای تسلی در میان بهت و ناباوری خانواده ها، دوستان و علاقمندان به موسیقیشان. خبر کشته شدن 2 برادر، آرش و سروش فرازمند، درامر و گیتاریست این گروه، و علی اسکندریان، خواننده و ترانه نویس، در همان ساعات اول از فضای شبکه‌های اجتماعی فراتر رفت و مورد توجه گسترده رسانه‌های آمریکا قرار گرفت. به روایت پلیس و 3 جوانی که از این حادثه جان سالم به در بردند، علی اکبر رفیعی محمدی، عضو سابق یک گروه راک موسیقی دیگر که دوستی و رابطهش بیش از 1 سال پیش با مدیر و اعضای گروه مورد هدف قرار گرفته قطع شده بود، با استفاده از یک مسلسل از روی پشت بام وارد خانه این جوانان می شود و پس از قتل آن 3 نفر و زخمی کردن 4 نفر، وقتی صدای آژیر ماشین های پلیس را می شنود، به پشت بام می رود و خودکشی می کند. خودکشی که پرسش‌های بسیاری رو در مورد علت و انگیزه علی اکبر محمدی رفیع از این اقدام بی پاسخ می‌ذاره. با چند تن از دوستان و همچنین خانواده‌اش در تهران که با او در روزهای منتهی به این واقعه گفتگو و مکاتبه داشتن صحبت کردم تا شاید بتوان تصویری از آنچه در ذهن او می‌گذشته به دست داد. توهم توطئه، اشاره‌هایی به زنده نماندن و نگاه تردیدآمیز به دوستانش و چه مشترک روایت‌های نزدیکان او از روزهای آخر منتهی به این قتل هاست. علی اکبر در چت با یکی از دوستانش در تهران که نخواست نامش فاش شود می نویسد کامپیوترم شروع کرده با هم حرف بزنه. کل مردم دارند تعقیبم می کنند. همه این دوستان اما گفتند پیش از این تغییر رفتار او جوانی بود مظلوم، اهل ورزش دوچرخه سواری و علاقمند به موسیقی. تحولات اخیر در رفتارش در مکاتبه‌های ماه گذشته با خواهرش آیسان محمدی رفیعی در تهران هم نمود پیدا کرد. علی اکبر در بخشی از آن می‌نویسد مریض روحی شدم، تحت نظر یک سازمان سری هستم، می‌خواهند کاری کنند که دیوانه شوم. او حتی تصویر و اخبار مربوط به یک ضارب که چند هفته پیش در پایتخت آمریکا بعد از کشتن عده‌ای خودکشی کرد را برای خواهرش میفرستد و میگوید میخواهند همین بلا را بر سر من بیاورند. توهم یا واقعیت؟ خانم رفیع محمدی به من از روزهای پیش از حادثه گفت. هر کی علی اکبر رو که میشناسه، هر کی وقتی این رو میشنوه میگه کی؟ علی اکبر؟ یعنی واسه همه سواله. علی اکبر فوق‌العاده بچه مظلومی بود. مظلوم و کم حرف، خیلی هم کم حرف بود. شما کی متوجه شدید که این علی اکبر دیگه اون علی اکبر سابق نیست، رفتارش قدری تغییر کرده؟ به 2 ماه نمیرسه. ما یک صحبتی با هم دیگه توی فیسبوک داشتیم، از اونجا شروع شد که شروع کرد واسه من از این گفتن که یه چیزایی توی زندگیش درست نیست، یه چیزایی براش پیش اومده که نمیدونه باهاش چی کار بکنه. نمیدونم، یه جوری حرف میزد که من به عنوان خواهرش حتی به شوخی بهش میگفتم که توهم زدی، چیزی که استفاده کردی خوب بوده. یعنی منم احساس میکردم که شاید چیزی مصرف میکنه، مثلا ماریجوانا چیزی مصرف میکنه نسبت به اون توهم زده. بعد که پیشتر رفتیم با هم دیگه، خب یهو مثلا یه چیزایی در مورد گروگانگیری، ترور، که مثلا اگر گفتن من خودکشی کردم، خودکشی نکردم، من رو کشتن، اینا باعث شدش که ما زر بترسیم راستیتش. بعد که موضوع به مادرم ختم شد که دیگه اصلا مادر من تمام تلاشش رو کرد که یکی رو بفرسته پیشش که مداواش بکنن اگر مریضه، که متاسفانه به یه تایمی رسید که دیگه اصلا از دست در رفتیه، دیگه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونست بکنه. بیماری یا عوامل بیرونی یا شاید هر دو. پرسش‌های بی‌پاسخ دیگری هم هست، اینکه با توجه به وضعیت مالیش چگونه پول خرید این سلاح را تهیه کرده و فروشنده کیست.
پلیس میگوید قیمت آن زیر $1,000 است و به زودی جزئیات بیشتری را در مورد محل و زمانی که آن را خریده منتشر خواهد کرد. در این میان مادر و پدر عزادار علی اسکندریان در قدمی که تحسین بسیاری را برانگیخته است به خانواده زارب تسلیت گفتند و نوشتند که علی اکبر را بخشیدند، گامی برای گرامی داشتن یاد جوانان از دست رفته و بسته شدن پرونده‌ای که شاید هیچگاه همه پرسش‌هایش پاسخ نگیرد. بهمن کلباسی، BBC نیویورک.